به نام خدا. طرز تهیه کوفته سیب زمینی که مواد مورد نیاز را در فیلم مشاهده می کنید و جزئیات آن در سایت نوش جان موجود می باشد. دوستای عزیزم، برای تهیه کوفته سیب زمینی، سیب زمینی ها رو توی یه ظرف مناسب بریزین، باید بخار پس بشه. حالا به هر طریقی که میتونین سیب زمینی ها رو بخار پس کنین. من ریختم توی قابلمه، آب اضافه کردم، یه مقداری هم نمک میریزم که پوست سیب زمینی خیلی زود وا نره و بعد از نیم ساعت با یه دونه چنگال امتحان میکنم، فرو میکنم. اگر فرو رفت که به راحتی فرو رفت که سیب زمینی مغزش پخته، در غیر صورت یه کمی دیگه به پخت ادامه میدم. درش هم میبندم تا بپزه. و تخم مرغ داشتم که به یه زرده تخم مرغ احتیاج دارم، اون رو هم آب پزش میکنم. پیازچه و شبید داشتیم که باید اینا رو خورد کنیم. به پیازچه را به حلقه های ریزی خوردش میکنم. شوید داریم، شوید رو هم همینطور خوردش میکنم. الان دیگه سیب زمینی های من پخته و چنگال به راحتی توش فرو میره. آبشو خالی میکنم، میذارم سرد بشه و پوستشو میگیرم چون باید خوردش کنم. سیب زمینی ها بعد از اینکه پخته شد، پوستشو گرفتم و ریز خوردش کردم. به این صورت. یه دونه زرده تخم مرغ داشتیم که این رو هم آب پس کردم، این رو هم خورد میکنم، به سیب زمینی خورد شده اضافه میکنم. پنیر پارمزان داشتیم رنده شده، به سیب زمینی اضافه میکنم. سبزی، پودر کاری اگر در دسترس دارین، اگرم نبود اشکالی نداره. زردچوبه، نمک، فلفل. حالا همه اینا رو ورزش میدم. الان دیگه حسابی مواد با هم دیگه مخلوط شدن. درشو میبندم، یک ساعت میذارمش توی یخچال تا کاملا خنک بشه. الان یک ساعت گذشته که سیب زمینی رو گذاشته بودمش توی یخچال، خنک شده. دو تا تخم مرغ داریم، تخم مرغ رو با چنگال هم میزنیم. یا دستمونو یا اینکه دستکشی که دستمونه یه کمی چربش میکنم. از این مایه سیب زمینی به اندازه یه دونه نارنگی بر میدارم. به شکل دلخواه درش میارم، حالا یا بیزی یا دایره یا هر شکلی ده، یا قالب بزنین فرق نمیکن. به این صورت میقلتونمش توی آرد.
آرد اضافه شو میتکونم، خارج میکنم، بعد میندازمش توی تخم مرغ. زیر و روش میکنم تا همه قسمت های کوفتم تخم مرغی بشه. بعد برش میدارم میذارمش توی پودر سوخاری. اینجا هم دوباره توی پودر سوخاری میقلتونمش به این صورت. آرد اضافه رو شو میتکونم و میذارم توی یه ظرف کناری بمونه. اینجوری چند تا رو آماده میکنم، چون این باید بره توی روغن فراوون سرخ بشه. توی یه مایتابه نسبتاً کوچیک، مایتابه کوچیک رو انتخاب کردم، چون که روغنی که میریزم، پودر نون سوخاری که به کوفته ها هستش ممکنه باعث سوختگی روغن بشه، در نتیجه روغنمون رو عوض باید بکنیم. در نتیجه ظرف کوچیک انتخاب میکنیم که اگر روغن خواستیم عوض کنیم مشکلی نباشه. مقدار روغن ریختم توی مایکروویو که داغ بشه، روغن سرخ کردن. تعدادی از کوفته ها رو آماده کردم، اینها رو هم که قالب زدم و آماده است. الان برای اینکه مطمئن بشم روغنم داغ شده یا نه، یه تیکه کوچیکی از همون سیب زمینی رو میندازم توی روغن. بلافاصله میاد بالا، این نشون میده که روغن ما داغ شده. حرارت زیرش رو یه کمی کم میکنم و از این کوفته هایی که آماده کردم میندازم توی روغن. این دیگه پخته است، زیادی نیازی نیستش که زیاد بمونه. در نتیجه تون تون میتونیم کوفته ها رو در بیاریم از بیر روغن. نگاه میکنم ببینم که طلایی بشه، بعدم برش گردونم. یکم بهش اجازه میدم که طلایی رنگ بشه. الان دیگه این کافیه، برش رو میگردونم. الان دیگه این کافیه، این دیگه کافیه. بقیه رو به همین شکل سرخ میکنم و به شما نشون میدم. دوسته عزیزم، کوفته سیب زمینی آماده شده که میتونین با خیارشور، گوجه فرنگی و زیتون ترشی و شور میل کنین. امیدوارم درست کنین. دوست داشته باشین. نوشه جان.